120 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های معماری در 8 غرفه دور هم جمع شدند تا اصالت هنر معماری ایرانی را تجربه کنند. ما اینجا کارمون طراحی و ساخت المان شهری است که داریم با آجر انجامش میدیم. آجر دوست قدیمی معمار بزرگ شیرازی، ابزار کار این هنرمندانه. قوام الدین معروف ترین معمار تاریخ فارس هست که آثاری از اون در ایران و خارج از مرزهای فعلی ایران وجود داره. مشهورترین اثر اون مسجد گوهرشاد هست. از ویژگی آثار اون استفاده بسیار زیاد از آجر در تکنیک های مختلف. 4 تا نیمتاقه که روی ستون نشسته و اطرافش هم یه باکس در واقع از آینه اینو محاط کرده که وقتی فردی میره توش تو این فضا، انعکاس این تاقا توی آینه ها باعث میشه که یه فضای لایتناهی رو ببین. اساتید و پژوهشگران هم در کنار دانشجویان هستند تا فکرهای معمارانه به فعل تبدیل بشه. سعی کردیم با روش طرح و ساخت یکی از جدیدترین متدهای روز دنیا هست به این مهم دست پیدا کنیم. باعث میشه که ما بتونیم واقعا با جنس مساله آشنا بشیم، توی فضای واقعی تجربه داشته باشیم ساخت و ساز رو توی ابعاد واقعی. خیلی چیز جالبی دارن درست میکنن و هر کی میاد اینجا و من خودم هم خیلی لذت بردم. وحدتشون رو دارن نشون میدن که دارن یه سازه رو به وجود میارن که نشون بدن که هنرهای ایرانی همچنان پابرجاست و ما هموطنامون میتونیم در کنار همدیگه چیزای اثرات خیلی جذاب و جالبی رو خلق کنیم. المانهای شهری ساخته شده توسط این دانشجویان قراره برای بازدید علاقه‌مندان روبروی پارک عفیف‌آباد شیراز نگهداری بشه. مهمترین پیام شرکت کنندگان در این مسابقه اینه که میشه در عین وفاداری به هنر اصیل ایرانی از ابزار و دانش روز هم برای ارتقای اون استفاده کرد. مهدی رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.